بچه من که خیلی نگرانم. بیا وقتی رامین که اصلا نگرانی تو جنشیس میگه نگران سیاوشم، یعنی قضیه جدیه. نه بابا سیاوش چیه، من نگران درسامم. اینجوری نمیشه درس خوند که. آقا جمع کنیم بریم خونهام، هرچی اینجا بیشتر ببینیم حالش خرابتر میشه. خیال میکنی اگه یهو ولش کنیم حالش بهتر میشه؟ بابا اونجوری مامان باباش همون طلبکار میشه، فکر میکنم ما پسرشون رو دیوونه کردیم. غیر از ما هم که کسی تو این خونه نیست. چرا نیست؟ این همه جن و پری تو این خونه اقامت دارن. آره ولی مصیبت اینه که آقا سیا فقط جنا رو میبینه. اگه یه دونه از این پریا میخورد پسته، شاید از فکر خاله اینم میومد بیرون. به شرطی که خانواده پریا هم برای شرط کنکور و دانشگاه اینا نذارن. آقا اینقدر چرت و پرت نگو. آقا ما چیکار کنیم؟ فعلا هیچی. باید باش مدارا کرد. اصلا هم روش فشار نیارید. با تو هم هستم ها. سر به سرش نذار اصلا. راست میگه موس. الان وضعش کیش میشی ها. الان تو مرز دیوونگیه. یه فشار کوچیک بهش بیاری بعد ببرنش امین‌آباد. چشم. اگه مسئله منم نوکرشم هستم. ولی من فکر می‌کنم فشار درس اینجوریش کرده. اون با من. یه جوری براش برنامه می‌ریزم که از درس نخوندنم راحت‌تر باشه. فقط مجید یه جوری به بابات برسون که باش درگیر نشه. باش. فقط یکم صبر می‌کنیم. حالش که بهتر شد می‌فرستیمش خونه‌شون. محسن جون شرمندتم. این دست شما باشه، فقط امشب قراره یه تماس خیلی مهم با من بگیرن. اگه اشکالی نداشته باشه دوباره میام ازت میگیرم. این حرفا چی؟ اصلا مال خودت. من از خودم کمترم اگه دست به این تلفن بزنم. فقط بده برات صداشو کم کنم که یه وقت صدای زیادش باعث آزار روح و روانت نشه. بعد اینم سویچ ماشین دیگه نبینم پیاده این ورون ور بریا. چی شده تا حالا انقدر مهربون شدی؟ یادم پشت یه کامیون نوشته بود سر که نه در راه عزیزان بود 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 بار گرانیست کشیدن به دوش. بچه چرا نشستین؟ پشیم بریم سر کلاس دیگه. نه فعلا امروز رو تعطیل کردم، مخواه استراحت کنه. برو خوش باش. راستی سیا جون لباس مباس کثیفاتو بیار که با لباسای خودم همه رو با هم بشورم. زیاد به خود فشار نیار سیا جون. خدافظ. مریم هیچ رقمه حاضر نیست بیاد خارج. اینه تلفنی هم گفتی؟ هیچی دیگه. این ماجرا فقط باعث شد اینا فکر کنه من قاطی کردم، فیوز پروندم، دیوونه شدن. مگه نشدی؟ آقای عرانکی هم امروز تو پشت اومد اینجا گفت جواب ما نه. خلاص همه اینا رو مریم بهم گفته. ده پس واسه چی اومدی اینجا؟ حالا دیدی دیوونه شدی؟ دیدی دیوونه شدی؟ مگه تو خود زنگ نزدی گفتی بیام؟ خب نمی اومدی؟ نه دیگه انقدرام بیمرام نیستم. ببین تو واسه خاطر ما ضرر کرده این وسط. انگه دیوونه که بهت زدن جواب رد دادن، خب من باید تلافی کنم. آقا جون تو حالا هرچی کار واسه ما کردی بسته، این چیزا تلافی کردنی نیست. چرا هست؟ نیست. هست. گوش کن ببین چی میگم. حالا که ناچارم باید از فکر مریم بیایی. ببین آقای سهلک من فکر مریم بیرون نمیام. بذار من پیشنهادمو بهت بگم. بلمون کن. میخوام یه پیشنهاد خیلی خوب بهت بدم، فقط به خاطر بدبختی هایی که کشیدی. خب بفرمایید چه پیشنهادی؟ ببین من هنوزم بهت ارادت دارم، دوستت دارم، چون جوانی بیشیلی پیده ای. به من نگاه کن. میخوایی بفرستمت اونور؟ کدوم ور؟ خارج. فرستادنت با من اونجا میسپارمت به یه نفر که زیر پروبال تو بگیره، کار، خونه، همه چی بهت میده. واسه چی میخوای این کارو بکنی؟ میخوام مدیونت نشم. اینجوری بی حساب میشی. تو مریم رو ول میکنی،
ما هم جاش کمپلت آیندتو تضمین میکنیم. خوبه، بزن قدش. سلام. سلام. کی؟ ببینو بیا، رفیقات که بیدارن علیکی گفتی خوابن، ما رو برداشتی آوردی تو این دخمه. ما یه بار مهمونت شدیم، این رسم مهمون نوازی. الان هم دیر نشده قربان، بفرمایید بالا در خدمت باشیم. نه دیگه، قرار از دیدن آقا سیاوش بود و احوال پرسی که اونم دیگه بالا و پایین نداره. اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم آقا. دیگه خودت فکراتو بکن، هر وقت خواستی بری اونور ما راهیت میکنیم. با اجازه. اینجوری که خیلی بد شد، دوست داشتیم بازم ما سر بزنی. ممنون. ببینی رفیقات باحالتر از خودتن، ما رو ترسوندی ازشون. اختیار داریم، سیاوشان خودش به حاله که ما باشی رفیقیم. خیلی خوشحال شدم. هر وقت دوست داشتی راهیت کنم خبرم کن، پاسپورتتو بدی یه هفته بعد بلیطی میذارم کف دستت. خداحافظ. سیا این کی بود این وقتی شب؟ تو اصلا واسه چی موقع شب راه افتادی تو خونه؟ سیا ناسلامتی، ما رفیقتیم دیگه، خب نگرانت میشم دیگه. آروم سر صدا نکن، بیا تا بهت بگم. بگو دیگه. چی؟ خب این آقای کی بود؟ ها فامیل بود؟ نه بابا، رفیق بابامه. رفیق بابات اینجا چی کام کرد؟ هیچی، شنیده بود ما بیکاریم، اومده بود یه سری به هم بزنه که ببرت هم سر کار. چه کاری؟ بین خودمون میمونه. چی؟ میگی بیا بریم خارج، وایسا اونجا کار کن، درست هم بخون، یه زندگی خوب واس خودت درست کن. خالی نوند ده، به جونه تو. آخه از چیه تو خوشش اومده که میخواد تو رو بره خارج؟ میگم رفیق بابامه، خیلی برو بیا داره، مثل آب خوردن منو میتونه ببره اون و. سیا از اونایی نباشه که پول میگیرن مردم میبرن لبه مرد، بعدم ولشون میکنن برمیگردن. بابا گیر دادی ها، میگم آشناست. هم میخوای بری؟ کجا؟ خارج دیگه. نه بابا، ما نمیتونیم. میدونی محسن اصلا به روحیه ما نمیخوره، ما گیر بابا ننه مونی. گیر بابا ننه تون یا خاله بعضی ها؟ حالا هر کی، ما روحیمون شرقیه، به غربی ها نمیخوره. یعنی چی احمق؟ من بهت قول میدم دو سه ماهه همه چی از یادت بره. همه چی؟ حتی خاله مجید؟ اون که اصلا نرسیده به فرودگاه، اسمش هم یادت رفته. نمیدونم والا. نمیدونم یعنی چی؟ ببین اگه میتونه منم ببره، اینجوری تو هم حوصله‌ت سر نمیره. بریم صفا میکنیم، یه چند سالی کار میکنیم، دلارا رو جمع میکنیم، بعد میام یه زندگی مشتی اینجا راه میندازیم. اصلا یکی زن خارجی هم میگیریم ها؟ فلنزی به دهنتو بکش، به کسی هم چیزی نگو، تو من خودم فکرامو بکنم. فکر نداره دیگه، شانس اومده سراغت. ببینم این موقع صبح اینجا چیکار میکنی؟ هیچی بابا. پاشی بری تو سهریتونو بخوری، تو از اونو نگفتم. پاشی. من تو نمیام. بابا این پیر زن پیر مرده رو بیدار کنم واسه سهری، گناه داره. شما برید، من میرم بیدارشون میکنم. آقا جون مگه من مردم؟ شما برید سحری بخورید، من میرم بیدارشون میکنم. چی شد حالا این انقدر مهربون شده؟ زبون بستم قاطی کرده از بس درس خونده. تو برو سحری تو بخور، من برم دنبال یه موقع اشتباهی زنگ این همسایه ارمنی ها رو میزنه. Thank you.
جونو محسن راست میگی؟ بابا میگم من خودم یارو رو دیدم. های بی معرفه. یعنی میخواد خاله ما رو به یه خارج رفتن بفروشی نه؟ جونم اجی تو دیگه بیخیال شو. بذار کلک این قضیه کنده شو دیگه. محسن گم نکنه خالی بندی باشی. شاید. ولی من میگم سیاوش میخواد به این بهونه از فکر خاله تو بیاد بیرون، در ضمن یه جوری که جلو بچه‌ها هم ضایع نشه. ها؟ شایه زنگ بزن. بزن آفرین آفرین بیا آپر 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 آ یواش یواش ولی یواش چپ 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 اون راسته اون راسته چپ چپ یواش ولی یواش ماشاءالله ماشاءالله بزن بزن ماشاءالله یواش 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 دیگه یواش یواش داره حال سیاه خوب میشه. آره اگه این محسن از اونور پشت اون پرتش نکنه پایین. حامه محسن یه چیزایی میگفت. این سیاه زده به کلش بره خارج با خالت یا بی خالت؟ بی خالم دیگه. با چه نقص سر حاله؟ سیاه جان ببین پا نداریم دیگه، فقط با دست. خب حالا بیا عرقتو خوش کن سرما نخوره. اینطوری فایده نداره محسن، برو کیسه بکسو برده بیا. واسه چی؟ برو اونطوری ضربه سنگین‌تر میشه. بابا من هستم دیگه، من خودم کیسه بوکستم. متاد آروم آ. نه 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 بس بس الان سرما می‌خوری دیگه، عرق کردی. بعد عرقتو خوش کن. چیه؟ شما دو تا هم چی سرحالی؟ رفتم پشت پرونده‌اش، می‌خوام یه سیاه بسازم 50 کیلویی. که چی بشه؟ می‌خوام یه هیکل ازش بسازم. وقتی رفت خواستگاری شده باشه. آه. بابا ولش کنیم بنده خدا رو. می‌خوای زن بگیری بشی چی؟ می‌خوای زن بگیری بشی مثل این بدبخت؟ نگاش کن دو ساعته داره زور میزنه فکراشو جمع کنه تمرکز بگیری نمیتونه. جونو من نگاش کن زن بیزن دیگه، کسی توی این خونه جلو من اسم زن نیاره. خودم هم دارم افکش میام بیرون. جون سیاه واقعا بیخیال شدی؟ از بیخیالم اون ورتر. اصلا میدونی چیه؟ میخوام بزنم برم خارج. یعنی چی آدم زن بگیره خودش اینجا گرفتار کنه؟ ای والا من خودم کیسه باکس دارم. بزن ماشاءالله 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 بزن. اوه چی شد محسن؟ محسن چی شد؟ بابا یه ساعتی دارم بدهیامو جمع میزنم ببینم سر بار چقدر باید بدم به طلب کنم. اگه گذاشتین؟ ایچی شما هوای سیاه داشته باشین. سیاه جو ناراحت نباشی یا من کیسه باکستم تا آخر خط. رامی اینو ببرش بالا. بریم دیگه. آقا من نگرانشم. نگران چی؟ بیا برو تو. نگران محسن بعد جوری قاطی کرده، اصلا کاملا عوض شده، ریخته به هم. این گروه خونیش به این چیزا نمیخورد، اصلا اهل مهربونی کردن نبود. آره منم شک کردم، فکر کنم درس خوندن زیادیه. آقا یه کاری نده دستمون. چیزه منم واسه همین تعطیل کردم که طفلکی خود موقعش استراحت کنه. من از این میترسم دیوونه بشه یهو باباش بیاد خیر ما رو بگیره. آقا اصلا یه بهونه جور کنید کمپلت تعطیلش کنید، اینم زودتر بفرستین خونش تا حالش بدتر نشده. یعنی چی؟ یعنی هممون ول کنی بریم؟ نه پس با این اوضاع میخوای بمونی. من که خودم رفتنیم، اونم که قاطی کرده، رامینم داره از زنش جدا میشه، تو هم که قبول بشو نیستی، یکی حامده اونم اگه بخواد بخونه که خب میره خونهشون درس میخونه دیگه. خب آره دیگه، حرف حساب واقعا هم جواب نداره. سیاه حالا تو برو پیشش هواشو داشته باش، ما با هم یه فکری میکنیم.
عجب بچه پررویا، همه رو علاف خودش کرده، حالا واسه اینکه زایه نشه میخواد تمام کاسه کوزه رو سر ما خراب کنه بذاره بره. زنگ گرفتم که پاکی از کلش پریده. بهتر این آدم با این اخلاق دندانی مزاجش من میتونه خاله منو خوشبخت کنه. میخوام 100 سال سیاه شوهر خاله من نشه. مرد که عوضی. اوه حالا تو چرا انقدر ناراحتی؟ کی من؟ من ناراحت نیستم، خیلی خوشحالم. مگه نمیبینی مثل خر دارم کیف میکنم؟ ها نمیبینی؟ صبح برو با خالت حرف بزن. راجبه چی؟ آقا جون به خالت بگوی سیاوش قضیهش اینجوریه، اگه فرقی و خدای نکرده دفت در خونتون، این خالت یه جوری باش صحبت نکنه که دو مرتبه امیدوار بشه. بگو الان بهترین فرصته، اگه یه خورو باش تون صحبت کنه کاملا قطع امید میکنه. باش الان پاشو بریم تا شک نکرده. کجا میخوای بری؟ هیچ جاست جاجم، میرم کمی خرید کنم برمیگردم. تو چیزی لازم نداری؟ پس من رفتم. کجا میری؟ میرم سری خرید کنم برمیگردم. خب این بنده خدا رو چرا بیدار کردی؟ نه دیگه، خودم باید بیدار میشده. سیاه جان تا من برمیگردم هوای آقا محسن رو داشته باشه. دارمش. سیا چته؟ این مجید خیلی پسر خوبیه محسن، ازش خجالت میکشم. برای چی؟ میدونید اون به خاطر رفاقت با من اومد تو این خونه، بعد که من دیشب گفتم از ازدواج منصرف شدم اصلا به روی خودش نیورد. خب رفاقت همینه دیگه، یا رفاقت نمیکنی یا اگه بکنی تو تای خط بعد بری. نه آخه از این به بعد اونی که روش دوری خالش میفته، اون که نباید چوبه ندونم کاری منو بخوره. او چه فکرا میکنی ها، اونم 4 روز دیگه میره ازدواج میکنه میره سر زندگیش. ولی حیف شد، خدا کنه یه شوهر خوب گیرش بیاد. خیلی دختر خوبیه محسن، خیلی دختر خوبیه. سیا دیگه نشد، اگه گذاشتیش کنار دیگه نباید بهش فکر کنی. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ ببین آقا جون من یه چیزی میگم، همین الان بلند شو لباس پوش با هم دیگه بریم دم خونه‌شو، راست واسه جلوش بگو منصرف شدی. اینجوری هم اون از بلا تکلیفی در میاد، هم تو راحت میشی، همین که مجید از خالش خجالت نمیکشه. همینجوری نشستی داری واسه خودت حرف میزنی، مگه من روم میشه؟ چرا رود نمیشه آقا جان؟ مگه میخوای بری دزدی؟ مگه میخوای دعوا کنی؟ بعدم مگه نگفتی اون دختر خوبیه؟ بهت قول میدم که قبول میکنه. ولی خیلی میریزه به همه. آره میریزه، ولی چند روز. بهتر از بلا تکلیفیه که. اگه قبول نکرد چی؟ اگه الان بگی قبول میکنه، ولی بذاری چند ماه بعد که میری خارج بفهمه، تو دلش به تو انگ نامردی هم میچسبونه. باشه باش، برو دستورت تو بشور، لباسات هم عوض کن، با هم دیگه بریم. بیا بریم قال این قضیه رو بکنیم که یک جماعت از این ماجرا راحت میکنیم. باشه دیگه. بهش گفت جوابش نریخ به هم. نه اتفاقا دیروز حالش یکم بهتره، فکر کنم به خاطر اینکه تکلیفش یه سره شده. یعنی حالش خیلی بد بود؟ آره اصلا رفته بود تو عالم اپرود، یا به خوش فوش میداد یا به خوش دعوا میکرد. خوابم که نداره، چیزی هم نمیخوره. حالا من باید چیکار کنم؟ هیچی، فقط دوباره اومد اینجا یه جوری باهاش صحبت کن دوباره امیدوار نشه. حالا قضیه رو هم بکن خیال عمرم راحت کن. ببین خاله من بهت حق میدم ناراحت شی، ولی حرف من چیز دیگه است. چی؟
ببین سیاوش دوست دوران مدرسه من، به عنوان رفیقم خیلی دوستش دارم، ولی کسی که با 10 روز درس خونه اینجوری هم بریزه چه اعتباریه پس داره زیر مشکلات زندگی که خیلی هم سخت‌تره دووم بیاره؟ اون وقت نمیای یقه ما رو بگیری بگی تو با حسین آشنایی شدی؟ خب بحث یه روز دو روز که نیست، اگه میتونی تحملش کنی بسم الله. خب چی بهش میگی؟ من نمیتونم محسن. باز بر نگرد سر خونه اولت. پس من از صبح دارم چی به تو میگم؟ میترسم. اصلا آمادگیشو ندارم. آقا جون تو بالاخره باید این حرفا رو بزنی. چه الان چه یه هفته دیگه. اون اگه الان ناراحت چه یه هفته دیگه بیشتر ناراحت میشه. تنها راه تمام کردن این قضیه اینه که تو باش تند برخورد کنی. یه جوری که دیگه خودت هم رود نشه بهش فکر کنی. چی میگی؟ آخه من اصلا نمیخوام ناراحتش کنم. ناراحت نمیشه. تو فکر کردی بابای مجید برای چی بلند شد اومد گفت ولش کن؟ خب حرفای مریم خانم دیگه. بلند شو برو خوشحالش کن. پاشو. تو مطمئنی؟ بله. مونتا اونم مثل تو رو درواسی کرده روش نمیشده بگه. اصلا میخوای خودم برم بگم؟ نه نه نه. خودم میگه. پس برو. محسن اگه چیزی گفت چی؟ نمیگه. اگه هم احیانا چیزی گفت تو هیچ چی نگو. بذار خوشش خالی کنه ولی تو جواب نده. فوقش اینه که دو تا قلمبه بارت میکنه بعدم 10 دقیقه گریه میکنه 10 دقیقه بعدش هم بهت قول میدم تو یادش رفته. محسن تو هم بیا. نه آقا جون من بیام حواستون پرد میشه. ببین راحت حرفتون رو بزنین دیگه برو. نه تو بیا اعتماد به نفسم بیشتر میشه راحت‌تر حرف میزنم. فقط بیا یه وایسه که کسی نبیند. جهنم. ما که خراب رفاقت هست. من نوکرتم. ان شاءالله خودم جبران میکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه ما خواستیم ازدواج کنیم به هم خورد میاد جبران کنی دیگه. ان شاءالله که به هم نخوره. ولی خودم تو عروسی جبران میکنم. بابا اون موقع معلوم نیست تو کجا هستی. چه میدونم لندن، پاریس. محسن برگردی. محسن خواهرش چرا میری؟ محسن برگردی. واسه بابا اینم بابا تو خواهرش دیدی قبضه رو شدی به خودش چی میخوای بگی واسه اینا؟ سلام مانی خانم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ تو چطوری سیاوش؟ بهتری؟ بله به مرحمتتون خیلی بهتره خوبه. با مجید اومدین؟ نه خیر سیاوش یه کار واجبی مریم خانم داشتن بر همین ما مزاحم شدیم. هستن که بله هستن. بفرمایین تو. خیلی ممنون دیگه مزاحم نمیشیم فقط اگه ممکنه شما صداش میکنین. باشه چشم. به مجید بگین یه زنگی هم به ما بزنه بی معرفت. چشم برو چشم حتما. الان میگم بیا. سلام. 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 با بچه اومدی؟ نه من خودم اومدم. مریم سیاوش اومده دمی در کارت داره. سیاوش؟ آره برو ببین چی میگه. مصاحبه میخوام برگرد بلم کن آستا بینم تو همینجوری میخواستی بری خارج؟ بابا جی نمیتونم. تو همشو خراب نکن دیگه الان بیا دم در ببینیم نیستیم که بدتر که. برو آستا بینم برو موز من همجا واسدم آستا. این اینجا چی کار داره باز؟ خب برو ببین چی میگه. نه نمیدونه من اینجا. خود برو بهش بگو به رد کارش فقط محکم حرف بزنی ها. آخه نداره همش دو دقیقه از بعدش هم خلاص. چی بهش بگم؟ چی بگم نداره دیگه. یه کلمه آقا جون نمیخوام باهات ازدواج کنم بدون که این کارو داره واسه خودش میکنه. محکم ها محکم سیا محکم ها قرص وامیستی حرفتو میزنی خب؟ باری کلم بابا سیا واسه دیگه بچه بازی در نیا. سلام. ببین من آقا سیاوش شما بفرمایید. نه شما اول بفرمایید. من
من حرفی ندارم. منم حرفی ندارم. پس چرا اومدید؟ من هیچی، همینجوری گفتم بیام یه سری بزنم، دلم تنگ شده. خیلی ممنون. بفرمایید تو. نه دیگه مزاحمتون نمیشم، با اجازهتون مرخص میشم. خداحافظ. آخ طوری شده؟ نه شما خودتون رو ناراحت نکنید. مریم خانم، من میخواستم یه حرفی به شما بزنم. بفرمایید. من میخواستم بدونم که شما، یعنی شما سر قولی که دادین هستین؟ کدوم قول؟ قول ازدواج دیگه. شما چطور؟ من؟ چجوری بگم؟ چند وقتی یه خورده قاطی کردم. خبر دارم. الان بهتری؟ شکر خدا. این آقای انارکی اومده بود خونه ما، یه حرفایی میزد. آخه خبر رسید که شما با اون حالتون دیگه نمیتونید درس بخونید. چرا؟ میخونم، یعنی میخوندم، ولی با شرایط جدیدی که به وجود اومده. کدوم شرایط؟ مریم خانم، شما یه کلام به من بگین، سر قولی که به من دادین هستین یا نه؟ اگه شما هنوز اصرار دارین، بله سر قولم هستم. خب منم هستم، یعنی از این به بعد قول میدم که باشم. تو غلط کردی، سر قولت هستی. سلام مریم خانم، مگه من مسخره تو هم؟ تو هم باش اومدی؟ بله، برای که مطمئن بودم این خنگ نمیتونه حرفشو بزنه. مگه تو نرفته بودی خرید؟ نه خیر، اومدم به این خانم بگم که حرفشو شما راحت بزنه. کدوم حرف؟ همون حرفی که توی بیورزه 4 ساعته میخوای بزنی، اما آخرش برعکس گفتی. من که حرفی ندارم واسه زدن. تو حرفی نداری؟ تو اینا بد و بیرا باش سر مریم خانم گفتی. راست میگه آقا سیاوش. راست میگه. تو خودت هم چه کم نگفتی؟ بلافه گفتی حاضر نیستی برای خلو چله ازدواج کنی ها؟ راست میگه مریم خانم. من؟ تو به من گفتی که دیوونه شده. خب راست گفته این بدبخت. آخه شما عقلتون کجا رفته؟ پس شما اومده ما رو از هم جدا کنی؟ ول کن بابا مسخره. چی کارو می‌کنی؟ مگه من با شما چیکار کردم؟ دیوونه شدی یعنی چی؟ بابا ول کن دیگه، جماعت اهداف خودت کردی. جماعت اهداف خودت کردی، من با شما چیکار کردم؟ مگه تو بری بری تو. نو مردو. به شما میگم رفیق. بها. بجام دیگه تو هم نیم ساعت رفتی یه پیرزن خواب بیدار کنی؟ باز دوباره پیدا شد که؟ من کاری باهات ندارم، سرلک کارت داره. برو بهش بگو من هیچ کاری باهاش ندارم، بیام این برا پیداش نشه. خودت برو بهش بگو، رفت تو. با اجازه کی رفت تو؟ تقصیر خودته، نصف شبی چرا در باز گذاشتی؟ اصلا تو با اجازه کی اینو دوباره ورشوشی آوردی اینجا؟ من اونو نیاوردم، اون من آورده اینجا. اومده آقا، بفرمایید. گرفتی پاسپورت تو؟ نه خیلی. چرا؟ وقت نکرد. چطور وقت کردی بری در خونه مردم آبرو ریزی را بندازی؟ اون به خودم مربوطه. شما دیگه فکر خارج بردن من بیا بیرون. بس تو هم از فکر مریم بیا بیرون. اونم به خودم مربوطه. نه به منم مربوطه. یادت که نرفته من پدرشم. تو اگه پدر بودی ول نمی‌کردی بری خارج دنبال خوشگذرونی خودت. تو اون 20 سال مریم دخترت نبود؟ تو پدرش نبودی؟ ها کجا بودی؟ ببین پسر جون، من حاضر شدم همینجوری با تو را بیام که ول کنی بری پیکارت، ولی مثل اینکه تو بجز زبون زور چیزی دیگه ای نمیفهمی. هر کاری میخوای بکنی بکن، بچه میترسونی؟ نه، ولی من با پول دماغ خیلی گنده تر از تو رو به خاک مالیدم. حواست باشه. مثلا بلم کن بینم سیامک، مثلا میخوای چی کار کنی؟ یه کاری که تا آخر عمر مریم که هیچی، وقتی خودتم خودتو تو آینه ببینی حالت از صورتت به هم بخوره.
آقای سلک مرده بابا چون مرده